deberías alegrar. Sí, la hacemos tan chistosa. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دانش آموزان عزیز عرض سلام و صبح خیر. ادامه تمرین ها را حل می کنیم. قبل از اینکه ادامه تمرین را حل کنیم، کار در کلاس صفحه 113 سوال 1 FX را رسم کنیم. یه توضیح میدیم چون بعضی بچه ها خواسته بودن که یک بار دیگه سهمی رسم بشه، هم سهمی هم قدر مطلق، هر دو تا رسم بشه و توضیحی براش داده بشه. پس من این کار در کلاس صفحه 113 را با توضیحات کامل قسمت الفش را یعنی FX را رسم میکنم و توضیحات کامل میدم. خوب دقت بکنید که دیگه از این قسمت مشکلی نداشته باشه. الان بچه ها صدا و تصویر خوبه؟ صدا تصویر الان مشکلی نداره؟ خب خداش ببینیم FX مساوی X2 برای ایکسای بزرگتر از 3 و 3x به علاوه 1 برای ایکسای کوچکتر مساوی است.
برای رسم این تابه گفتیم اول تشخیص دیدیم که سهمیه یا خطه. ببینیم اینجا الان یه سهمی داریم یه خط، این x به توان دو سهمی هست. مراحلی که برای رسم سهمی ما گفتیم این بود، گفتیم که رأس این سهمی را ما به دست میاریم. اگر رأس سهمی در دامنه ما وجود داشته باشه که خب باید حتما یکی از نقاطی که انتخاب میکنیم همون رأس سهمی باشه. شما برای رأس سهمی سه نقطه حداقل باید داشته باشه. برای رأس سهمی سه نقطه حداقل باید داشته باشه. اگر نبود سه نقطه دلخواه، پس ما اول رأس سهمی را پیدا کنیم. وای مساوی x دو را میخواییم رأس سهمیش را پیدا کنیم. گفتیم رأس از منفی بی به دو آ استفاده میشه. اینجا الان آ چنده یکه، بی چنده صفره، سی چنده صفره، بی و سی نداره، پس میشه صفر تقسیم بر دو آ که میشه صفر. طول رأس سهمیمون صفره، پس ما صفر را بذاریم جای ایکس میشه صفر. پس ببینید رأس سهمیمون صفره، داخل بازمون وجود نداره، یعنی اینجا بزرگتر از صفر را ما بخواهیم. ولی خب حالا این صفر چون هم اولین نقطه هست ما می نویسیم همون اولین نقطه مون هست، به جای ایکس میذارم صفر، وای میرم میشه صفر، به جای x میذارم یک چون بزرگتر از صفر باید باشه، وای میشه یک، به جای x میذارم دو، وای میشه چهار چون مقادیر را میتونم قرار بدم که بزرگتر از صفر باشه. پس برای رسم سهمی باید اول رأس را پیدا کنیم. رأس هم از x مساوی منفی بی به دو آ به دست میاد. گذاشتیم شد صفر، صفر را میگذاریم، وای من میشه صفر، بعد دو تا عدد بزرگتر یک، اینم یک، دو، چهار. بچه ها رأس سهمی را چون بیشتر ما کمتر از صفر را نمیتونستیم قرار بدیم، اینجا نمیدن بگیم که یکی قبل از رأس یکی بعد از رأس بگذاریم، اینجا به این شکل نیست. اما تو این قسمت ببینید صفر اولین نقطه هست که ما قرار میدیم، بعد یه مقادیری که باید قرار بدیم مقادیر بیشتر هست. دومی خطه که دوباره اولین مقداری که میگذاریم صفره که میشه یک. حالا دیگه برای خط دو نقطه شما داشته باشیم کافیه، منفی یک میگذاریم چکتر از صفر میشه منفی دو، منفی یک زدتر سه، منفی سه به علاوه یک میشه منفی دو. خب و الان نمودار را رسم می‌کنیم. صفر و صفر دایره تو خالی برای یک و یک، دو و چهار. ببینید به صورت منحنی به هم رسم می‌شود، به صورت منحنی. حالا اینجا صفر و یک، صفر و یک یعنی اینجا دایره توپر منفی یک و منفی دو، ببینید نمودار این سهمی اینه، این قسمت من جزء نمودارم نیست، این نمودار سهمی، نمودار یعنی در واقع تابع fx که اگر به من بگه دامنه این تابع میگیم از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایته، چون هم از این طرف تا بی نهایت تابع داره هم از اون طرف، و بردش میشه از منفی بی نهایت دوباره تا مثبت بی نهایت، هم دامنه هم برد هر دو منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایته. یه مثال دیگه میزنم، اون مثالم حل بکنیم و میریم سراغ ادامه تمرین ها. این مال کار در کلاس صفحه 113 بود، سوال یک. اما به
مثال بعدی جی ایکس مساوی است با منفی ایکس به علاوه یک برای ایکس های کوچک در مساوی منفی دو. ایکس دو به علاوه دو ایکس برای ایکس های بین منفی دو و دو. برای ایکس های مساوی دو عدد یک، برای ایکس های بزرگتر از دو هم در واقع عدد منفی سه. این نمودار رو میخوام رسم کنم. پس منفی ایکس به علاوه یک برای ایکس های کوچکتر مساوی منفی دو، ایکس دو به علاوه دو ایکس برای ایکس های بین منفی دو و دو، یک برای ایکس های مساوی دو و منفی سه برای ایکس های بزرگتر از دو. اولی خط y مساوی منفی x به علاوه یک. خب ما باید دو نقطه از این خط را داشته باشیم. x y اولین مقدار منفی دو را قرار میده. منفی دو را که بگذارم میشه سه. منفی دو در منفی مثبت برای میشه سه. یه عدد کوچکتر از منفی دو یعنی منفی سه را میگذارم. منفی سه میشه سه با یک میشه چهار. این دو نقطه مربوطه به این خط. دومین نمودار ما سهمیه x2 به علاوه 2x. x2 به علاوه 2x. خب اول باید چه پیدا کنیم؟ رأس سهمی را پیدا کنیم. رأس سهمی منفی b به 2a، منفی دو به دو ها یعنی دو یعنی منفی یک. بچه ها این منفی یک که ما در رأسه تو بازه وجود دارد، پس رأس سهمی را باید در نظر بگیریم. رأس سهمی دیگه حالا اینجا برای ما مهمه. منفی یک را میگذارم. ببین منفی یک تو بازه وجود داره. ایکس منفی یک شد تو بازه مون وجود داره. منفی یک را میگذارم. منفی یک به توان دو میشه یک، منهای دو میشه منفی یک. حالا یه عدد قبلش یه عدد بعدش، قبلش منفی دو را میذارم چون دو تا عدد این طرف و اون طرف، حالا قبل و بعدش دقیقا باید همین دو تا باشه. و دو منفی دو را بذارم جای ایکس میشه چهار، منهای چهار میشه صفر. دو را بذارم جای ایکس میشه چهار، با چهار میشه هشت. این هم نقاط مربوط به سهمی. پس برای سهمی رأس را پیدا کردم. دیدم رأس درون بازه وجود دارد. چون درون بازه وجود داره رأس برای ما مهم میشه. حالا عدد قبل و بعدش این دوتا عددی هست که این طرف و اون طرفه. حالا اگر یه طرف داشتیم خودمون یه طرف کشه به صورت در واقع دلخواه مثال بزنیم. این سومین نمودار ما نقطه هست. گفتیم هر گاه داشته باشیم x مساویه یه عدد، یعنی بزرگتر کوچکتر اینجا نداشته باشیم، این معنی یه نقطه را داره نشون میده. x مون دو y مون یک. نقطه دو و یک که همینطور مشخصش میکنیم روی نمودار، براش چیزی اینجا در نظر نمیگیریم. آخرین نمودارمون هم در واقع نمودار ثابت از تابع ثابت، تابعی که موازی محور x ساعت بود برای x بزرگتر از دو منفی سه. اینجا x دیگه نداره، یعنی یه تابع ثابت که من دو نقطش را می نویسم y مساوی منفی سه. دو تا نقطش را اگه خواستم x را یه بار دو می گیرم میشه منفی سه، یه باید یه عدد بزرگتر از دو یعنی سه میگیرم میشه منفی سه، هر چه بگیرم میشه منفی سه. به این تابعه ها گفتیم میگیم تابعه ثابت.
تابعی که موازی محور x ها هستن. پس ما این سه قسمت رو داریم، یه قسمتش هم همین نقطه هست که اینجا داریم. یعنی با نگاه کنیم ما چهار تا قسمت باید روی نمودارمون داشته باشیم. خب نمودار رو رسم می‌کنیم. یک، دو، سه، چهار، پنج. خب یکی یکی مقادیر را مشخص می‌کنیم. من فکر کنم اون طرف اگر این ور رسم کنیم فکر کنم بهتره. ظاهراً اون طرف تو نوره خیلی. اول خط تا رسم کنیم. منفی دو و سه، منفی دو و سه. این منفی دو، این هم سه، دایره توپول منفی دو و سه. بعد میام سراغ نقطه بعدی، منفی سه و چهار. منفی سه و چهار. خب این اولین شاخه نمودارمون که یه خط پیدا هست که بچه ها. شاخه دوم نمودار صحنی هست، منفی دو صفر، یعنی اینجا دایره تو خالی. منفی یک و منفی یک اینجا، دو و هشت این دو، این هم هشت، دایره تو خالی هم اینجا هست. پس ببینید نمودار ما، ببینید رأس برای همینه. حالا برای اینکه ببینی آیا از مبدأ میگذره یا نه، صفر رو بگذار. ببینید صفر و صفر هم هست، پس از مبدأ میگذره. ببینید به صورت منحنی به هم بستش میکنیم. این هم شاخه دوم نمودار. بعدی دو و یک، ایکس دو وای یک. دو و یک یه دایره تو پر اینجا، دو و یک اینجا میشه، و آخریش منفی سه، یعنی دو منفی سه، دو منفی سه اینجا دایره تو خالی، سه و منفی سه هم اینجا، و این میشه نمودار ما. پس این شد. این یه شاخه، شاخه صحنی، شاخه نقطه، شاخه خط ثابت. این میشه نمودار مربوط به این تابلو. و اگر میخواید عکس بگیرید بگیرید، تا یا اینکه میخواید بنویسید سریع بنویسید تا بریم سراغ قسمت بعدی. کسی هم سوالی داره بپرسه. تصویر مگه الان صدا و تصویر مگه خوب نیست؟ مشکل داره الان همه؟
همه میگن تصویر خوبه، حامد ببین مشکل کار کجاست. حالا همه دارن میگن تصویر و صدا خوبه، حالا حامد باربری باید ببینید مشکل کجا هست. باشه حالا لایو هم میگذارم، منتاش لایو جا من روی میز ندارم که جاشا ببینم، مجبور احتمالا یه جا خوب باشه یه جا خوب نباشه. بریم سراغ یه مثال برعکس این عمل کنیم، یعنی یه نمودار واضحه بگه که ضابطه این تابع را یا نمایش جبریش را بنویسید. نمودار را من اینجا رسم میکنم، این نمودار رو فهمیده، میگه که ضابطه این تابع را بنویسید. ضابطه این تابع را من میخوام بنویسم. خب یک دو سه چهار بخش داره. بخش اولی که یه تابع ثابته، خط هم هست. این تابع ثابت یعنی در واقع خط وای مساوی دو هست. گفتیم که تا وای ثابت خطای موازی با محور هم نیاز به نقطه پیدا کردنش هم نیست، حالا اگرم پیدا کرده اشکالی نداره. پس f x اولین مقداری که می نویسیم میگیم که وای مساوی دو برای ایکسای کمتر از منفی یک، رو محور ایکس را نگاه میکنیم، کمتر از منفی یک، ایکسای کوچکتر مساوی منفی یک، چون مساوی هم داره دایره خود. بخش دوم یه سهمی هست،
بچه ها سهمی رو گفتیم اگر خواستیم معادلش رو بنویسیم باید از سه نقطه داشته باشیم و از وای مساوی AX2 به علاوه BX به علاوه C استفاده بکنیم. خب پس من نقطه اولی که دارم منفی 1 و 3 هست، منفی 1 و 3 این را قرار میدم در وای مساوی AX2 به علاوه BX به علاوه C، مقادیر را قرار میدم به جای وای بذارم سه مساوی است با سه مساوی است با به جای ایکس بذارم منفی یک، به توان دو میشه یک میشه خود آ منفی بی و علاوه سی. این اولین در واقع مقدارم. نقطه صفر رو یک دو سه چهار را قرار میدم، نقطه صفر و چهار تو وای مساوی AX2 به علاوه BX به علاوه C، به جای وای بذارم چهار به جای X بذارم صفر میشه C، چون صفر و صفر و C میشه C. نقطه بعدی یک و سه را قرار میدم، یک و سه تو وای مساوی AX2 به علاوه BX به علاوه C، به جای وای بذارم سه به جای x بذارم یک میشه a به علاوه b به علاوه c. خب ما الان اینجا c ها داریم، به جای دو تا c بذارم چهار و یه دستگاه دو معادله و دو مشغول می نویسم. دستگاه رو اینجا می نویسم، دستگاه رو اینجا می نویسم a منهای b مساوی است با منفی b. چرا؟ به جای سی گذاشتم چهار، چهار آوردن این طرف شد منفی چهار با سه شد منفی یک. آ به علاوه بی مساوی است با منفی یک، دوباره چهار، چهار آوردن این طرف با سه شد منفی یک. اینجا خودش بی قرینه هست و چون بی قرینه هست حاصل این میشه دو آ مساوی منفی دو و آ به دست میاد منفی یک، آ به دست میاد منفی یک. خب حالا آ را که بذارم منفی یک داخل اینها بی میشه چند؟ صفر. منفی یک میره اون طرف با مثبت با میشه مثبت، با منفی یک میشه صفر و بی میشه صفر. پس در واقع معادله ما منفی x2 چون منفی 1 آ ببین منفی 1 x2 میشه منفی x2، بیمون صفره این صفر، سیمون هم 4 منفی x2 به علاوه 4 برای x های بین منفی 1 و 1، برای ایکسای بین منفی یک و یک. پس منفی ایکس دو به علاوه چهار به خاطر اینکه این آبودی و سی که به دست دارم به جای این مقادیر قرار دادم تا اون سهمی به دست اومد شد منفی ایکس دو به علاوه چهار. همینطور هم میتونستیم بچه ها ما بگیم، همینطور هم میتونستیم از انتقال یاد گرفتیم که اینجا نگاه کنیم سهمی رو به پایینه پس ضریب آ منفیه، از طرفی رأسش هم نقطه صفر و چهاره، نقطه صفر یعنی چهار واحد رفته بالا پس چه منفی ایکس رو برداره چهار. مگه ما نگفتیم اگر این رو با انتقال یعنی منفی ایکس رو که به سمت پایین بود چهار واحد ببر بالا تو انتقال؟ حالا در مورد انتقال هم بازم نمونه سوال حل میکنیم. ما این جلسه تمرین ها رو انشالله با جلسه آینده همراه با نمونه سوال های مختلف حل میکنیم که این قسمت نمونه سوالات رو یاد گرفته باشیم. قسمت سوم دوباره یه تابع ثابت روی خط وای مساوی یک هست و
و برای x های بین 1 و 3. پس x بین 1 و 3 که یک همون مساوی داره، 3 همون نداره، رایت خالی. و میام سراغ قسمت چهارم که این قسمت یه خطه، اینجا نقطه 1, 2, 3, 4 5 و 1 هست که اگر اینا نوشتیم من یک کم سر کنم ببینیم میخوام پاکش کنم که معادله این خط رو ببینیم. هنوز من معادله این خط را ننوشتم. من یه توضیح دیگه بیم بدم. گفتیم که وقتی یه نموداری به من میده و میگه این نمودار را ضابطش را بنویسی، یا توی این نمودار خط میبینید یا سهمی میبینید، فعلا چیزی که تو کتاب ما هست. این الان یه خط ثابته. خط ثابت میشه خط y مساوی 2 اینجا، چون موازی محور x هست. y مساوی 2 برای چه اعدادی؟ برای اعداد کمتر از منفی 1 که نوشتیم x های کوچکتر مساوی منفی 1. قسمت دوم یه سهمی بود. گفتیم هرگاه سهمی به من داده بود و خواستیم که در واقع ضابطه سهمی را بنویسیم، سه نقطه از سهمی را انتخاب میکنیم و در معادله سهمی قرار میدیم. نقطه اول 1 و 3 هست، نقطه دوم 0 و 4، نقطه سوم 1 و 3 هست. خب اینجا الان یه بار منفی 1 و 3 را به جای x و y قرار دادیم، به جای y گذاشتیم 3، به جای x منفی 1 که شد این عبارت منفی 1 به توان 2 1 a منهای b به علاوه c. یه بار 4 را گذاشتیم به جای y و 0 را به جای x قرار دادیم، 0 0 میمونه 3. 1 و 3 هم به جای x و y قرار میدیم، به جای y میذاریم 3، به جای x میذاریم 1، میشه a به علاوه b به علاوه c مساوی 3. خب یه دستگاه به وجود میاد، چون c 4ه من به جای c در این دوتا 4 قرار میدم. این 4 هم آوردم این طرف، شد منفی 4 با 3 شد منفی 1، پس شد i منهای b مساوی منفی 1. اینجا هم 4 را قرار دادم باید با 3 شد منفی 1 i به علاوه b مساوی منفی 1. این دستگاه دو معادله و دو مشهور یا حذف میشه، a به علاوه a میشه 2a مساوی منفی 2، a به دست میاد منفی 1. حالا این منفی 1 را به جای a قرار میدم، میبرمشون طرف میشه مثبت 1 با منفی 1 میشه 0، پس b 0، پس a منفی 1 b 0 c 4 این ستا را به جای a و b و c قرار میدن. این معادله به دست میاد، منفی x 2 به علاوه 4. برای چه x هایی؟ بین منفی 1 و 1 سامینه دیگه، بین منفی 1 و 1 ما قرار داریم. سومین قسمت دوباره یه تابع ثابت بود که خط y مساوی 1 هست برای x های بین 1 و 3. حالا میایم سراغ چهارمین شاخه نمودار که در واقع یه خطه و باید معادله خط را بنویسیم.
معادله خط. برای نوشتن معادله خط دو تا نقطه کافیه داشته باشیم. اینجا دو تا نقطه چه داریم؟ یکی نقطه 4 و 0، یکی نقطه 5 و 1 هست. اینا تو معادله خط قرار میدیم. AX به علاوه B، AX به علاوه B. خب به جای Y بذاریم 0 مساوی، به جای X بذاریم 4، میشه 4A به علاوه B. به جای X بذاریم 4، 4A به علاوه B. اینجا به جای Y بذاریم 1، به جای X بذاریم 5، 5A به علاوه B. پس دستگاه دو معادله و دو مشغول ما این میشه: 4A به علاوه B مساوی 0، 5A به علاوه B مساوی 1. در خاطر اینکه ما بتونیم B را حذف بکنیم، یه منفی در یکیش ضرب میکنیم دستگاه دو معادله و دو مشغول. منفی 4A منهای B مساوی 0، چون منفی 0 0ه. 5A به علاوه B مساوی 1، این وای هست میشه A مساوی 1، 5A منهای 4A میشه 1A مساوی 1. خب A را که من توی یکی از اینا به جای 1 بگذارم، B میشه منفی 4، B مساوی منفی 4، به 4 گذاشتم 1 میشه 4، یه 4 تا 4 تا 4 هم برم اونترم که منفی 4، B میشه منفی 4. پس A شد 1، B منفی 4، یعنی من به جای A باید بذارم 1، B منفی 4. پس Y میشه X به منهای 4، X منهای 4. Y مون که همینه، A رم 1 گذاشتیم از ضربه X مون 1، B مون هم منفی 4. X منهای 4 برای X های بزرگتر از 1، 2، 3، 4، برای ایکسای بزرگتر از 4. این هم شد معادله خط. پس خط ثابت سهمی، خط ثابت خط، خط ثابت سهمی، خط ثابت خط. این هم یه نمونه سوالی که اگر به ما گفتن شکلی را دادن، گفتن ضابطش را بنویس، به چه صورت باید عمل کنید؟ اگه سوالی هست بفرمایید. ضابطه سومی هم خط ثابت بی، یه خط ثابت، خط موازی با محور x ثابت، خط y مساوی 1، چون از 1 میگذره. از کجا تا کجا؟ از 1 تا 3. از 1 تا 3. من اینجا پر رنگش کنم. نمایش جبری سازه، نمایش جبری. ببین اینجا ضابطه را به من داده، اینجا نمودار را داده، گفته نمایش جبری را بنویسی. اون یکی قبلش انجام دادی نمایش جبری را به من داده، گفته اون رسم کنی نمودارش را. ما هر دوتا را انجام دادیم، نمایش جبری هم انجام داد. خب بله بله، نمایش جبری، همین میگن نمایش جبری. نمایش جبری یعنی همون ضابطه تابع، این نمایش جبری. حالا نمایش جبری اینه که وقت مثل این چند تا شاخه داره، یه ممکنه اصلا یه شاخه بیشتر نداشته باشیم مثلا تو نمایش جبری، دیگه چند ضابطه، یه ضابطه بیشتر نیست. اینجا الان چند تا ضابطه است، اما اگر یکی از اینا بیشتر نبود، نمایش جبری ما یه ضابطه بیشتر نداشت، یه ضابطه یه نیاز به آکولات گذاشتن نبود. همین الان گذاشتم بچه های سرشون آقا جوی تاهرانو
نه امادی که نیستش. چرا؟ نه امادی نیستش. آمدگار به جهران هستش. خاهران نیستش. نبول فرز امادی هم نیست. علی رضایی هم نیستش. آمدگار به نیستش. خب دانش آموزانی که صدا میزنم اگه هستن همین الان حضورشون رو اعلام بکنن. علی طاهران، ابوالفضل امادی، علی رضایی، چه تو شاد چه توی دانش آموزانی که الان اسامیشون را خوندم اینا حتما حضورشون رو الان اعلام کنن. طاهران، ابوالفضل امادی، علی رضایی. آقا این سوال را نمیشه با اون راهی که هفته قبلی من برای سوال هفته تمرین انجام دادم بنویسی؟ هفته تمرین همونه دیگه. متاش اونجا سه تا خط بود، چهار تا خط بود. جاوید اونجا چهار تا خط بود، اونجا یه سهمی هم داخلش همونه، فرق نکرد. علی طاهران، حامد باقری که از ابوالفضل مادی حاضر، علی طاهران حاضر. خب فقط علی رضایی انگار ظاهرن اعلام حضور نکرد. خب بریم سراغ ادامه تمرین. برای سهمی که گفتیم هر وقت ما میخواییم ضاربه یه سهمی را بنویسیم، آقای شیرازی باید سه نقطه از اون را داشته باشیم. اگر بخواییم معادله یک سهمی را بنویسیم باید سه نقطه شو داشته باشیم. حالا سه نقطه را میگذاریم تو وای مساوی AX و به علاوه BX به علاوه C. سه تا نقطه را اینجا قرار میدیم، یه دستگاه سه معادله و سه مجهول به وجود میام. اون دستگاه رو حل کنیم، آ و بی و سی که به دست اومد جایگزاری میکنیم. حالا قبلاً هم گفتیم الان هم دوباره توضیحش رو تو این قسمت بدیم. فقط کافی شما سه تا نقطه از سهمی را به جای ایکس و وای قرار بدید. یه دستگاه سه معادله و سه مجهول به دست میاد که اون دستگاه رو حل میکنیم. حالا ادامه تمرین رو میگیم، بعد دوباره چکار میکنیم؟ اگر فرصت شد، حالا این جلسه یا جلسه دیگه فرقی نمیکنه، اگر فرصت شد باز هم نمونه سوال حل میکنیم. خب بریم ادامه تمرین ها. سوال 8، نمودار یک تابع خطی از نقاط 4 و 3 و 0 و 3 میگذرد. یه تابع خطی خودش گفته. خط چی بود؟ وای مساوی AX به علاوه B. خب حالا گفته F منفی 4 و F منفی 1 را به دست بیاریم. خب من اول باید ضابطه تابع را به دست بیارم تا بتونم منفی 4 منفی 1 را به دست بیارم. خب برای این کار ابتدا میام این دوتا نقطه را مثل همون دا که ضابطه می نوشتیم به جای ایکس و وای قرار دم. البته کسی هم اومد شیب پیدا کرده از وای مساوی ام ایکس به علاوه اچ هم استفاده کرد، اشکالی نداره. خب پس یه بار من 4 و 3 را به جای وای مساوی AX به علاوه B قرار میدم. به جای x بذارم 4، به جای y بذارم 3. 3 مساوی است با 4 a به علاوه b. به جای x دارم 4 می نویسم. بعضیا میان به جای x 4 قرار می دن، بعضی دارن می نویسن 4x. خب این غلطه. به جای x داریم می 4، 4 a به علاوه b. یه بارم 0 و 3 را قرار می دن.
y مساوی ax به علاوه b به جای y بذارم 3 شه 0 به علاوه b، یعنی همون b هست. خب b 3 هست اینجا، b چنده؟ 3 هست. حالا اینجا حالا راه دومش هم میگم بهتونم، یعنی نکته بعد اصلا نکته مهمش هم تو بهتونی. اینجا b شد 3 توی این صفره. خب بیا بالایی بذاریم 3، پس b به دست اومد 3. وقتی بیا بذارم 3، 3 میاد در وای 3 ساده میشه میشه 0، پس a به دست میاد 0. پس معادله خط بونی میشه، ببینید y مساوی 0 x به علاوه 3، یعنی در واقع خط ثابته. یعنی f xمون چی بوده؟ 0 بوده. 0 x به علاوه 3 به جا b گذاشتم 3. همینجا هم اگر دقت میکنیم ببینیم که عرض هر دوتا 3 هست، یعنی یه عدد ثابته، پس این تابع ثابته. بچه ها تابع های ثابت عرض همه نقاطشون مساویه، مثلا همه عرضا 2 هست، وقتی این f x مساوی 2 همه نقاط عرضاشون منفی 1 باشه میگه f x مساوی منفی 1، همه نقاط عرضاشون 0 باشه میگه f x مساوی 0، عرض همه نقاط 1، این تابع میشه تابع ثابت. حالا اینجا 4 و 3 0 و 3، پس معلومه y مساوی 3 هست. همینجا هم که به دست آوردیم همین به دست اومد، خط y مساوی 3 چون a شد 0 b شد 3. خب وقتی ما حالا اینو به دست آوردیم، حالا به ما گفته f منفی 4 را پیدا کن، به جای x منفی 4 جواب میشه 3 چون x نداره جاش قرار بده، به جای x منفی 1 بازم جواب میشه 3. پس هم f منفی 4 برابر 3 بود، هم f منفی 1 برابر 3، چون تابع دو ثابته، تابع ثابت مقادیر وایش هم برای همه نقاط یکیه، فرقی نمی‌کنه. این هم جواب سوال 8 تمرین صفحه 117 رو داریم حل می‌کنیم. خب سوال 9 گفته نمودار تابع هزینه مکالمه تلفنی با کشور دیگر از زمان برقراری تماس برای 3 دقیقه یا کمتر 2000 تومان و پس از آن برای هر دقیقه 1000 تومان به هزینه آن اضافه میشه. مثلا برای زمان بیشتر از 3 دقیقه تا دقیقه 4 3000 تومان دریافت میشه. نمودار هزینه را بر حسب زمان
تا پایان زمان 6 دقیقه رسم کنید. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش. اینجا هم 1000، 2000، 3000، 4000. اینجا دقیقه 1، 2، 3، 4، 5 تا 6 دقیقه گفته حساب کنید. از کمتر از 3 دقیقه تا 0، یعنی از اینجا دایره تو خالی، چون تو 0 که هزینه نداره. حالا اگه پر هم گذاشته اشکال نداره، اینجاش مهم نیست. تا 3 دایره تو پر 2000 کن. گفته کمتر از 3 دقیقه هزینه 2000 تومنه. اما از 3 دقیقه، خود 3 دقیقه هم گفته، گفته 3 دقیقه یا کمتر، پس دایره تو فور گذاشتن. اینا دایره تو خالی گذاشتن چون تو وقتی ما مکالمه انجام ندادیم پس چیزی هم در نظر نمیگیریم. اما دیگه وقتی از 0 دقیقه مکالمه 0 دقیقه به بالا هر چی باشه 2000 تومن برات میفته. بعد گفته از 3 دقیقه تا 4 دقیقه 1000 تومن اضافه میشه، یعنی میشه 3000 تومن. از 3 دقیقه که دایره تو خالی هست تا 4 دقیقه، از 4 دقیقه تا 5 دقیقه 1000 تومن، از 5 دقیقه تا 6 دقیقه 1000. این میشه نمودارش. بچه ها به این نمودارها میگن نمودارهای پله‌ای. نمودارهای پله‌ای جزء صحیح هم بهش گفته میشه که انشاءالله سال آینده با این نمودارهای جزء صحیح آشنا میشه. نمودارهای پله‌ای یا همون جزء صحیح. نمودارهای جزء صحیح. سوال همین از مقاصه بود. سوال 9 گفته بود که نمودار هزینه را بر حسب زمانی، زمانه که با تی نشون میدیم، هزینه هم حالا یه اسم براش بذار، مثلا اسمش بذار آ. نمودار هزینه بر حسب زمان، اینا میتونید در واقع ضابطش هم بنویسید. مثلا آی تی مساوی است چون بر حسب آ هستی، آی تی 2000 برای ایکسای برای تی های کوچک در مساوی 3، یعنی بین 1 و 3، چون ما 1 هم داریم، ما کمتر از 1 نداریم دیگه توی هزینه توی مکالمه. 3000 برای تی های بین 3 و 4، 4000 برای تی های بین 4 و 5، و 5000 برای تی های بین 5 و 6. این هم شد تابع چند ثابته مربوط به این. یه تابع ثابته ثابت، نه همه یکی عدد اینجا دیگه تی براش نمی‌نویس. بعد ببینید سوال گفته بود که هزینه مکالمه تلفنی با کشور دیگر از زمان برقراری تماس برای 3 دقیقه یا کمتر 2000 تومان، یعنی کلا برای 3 دقیقه تا کمترش که 0 2000 تومان هزینه میفته، یعنی یه عدد ثابت. و پس از آن برای هر دقیقه، یعنی هر دقیقه که اضافه میشه مثلا از 3 تا 4 1000 تومن به این 2000 تومن اضافه میشه. الان مثلا از 3 دقیقه تا 4 دقیقه
میشه 3000 تومن. خود سوال گفته اینا از 4 دقیقه تا 5 دقیقه 1000 تومن دیگه اضافه میشه، میشه 4000 تومن. از 5 دقیقه تا 6 دقیقه میشه 5000 تومن. این نمودارشه، همش هم ثابته چون مقادیر مقادیر ثابت، خطا خطای ثابتی هست. خب نمودار هزینه را بر حسب زمان رسم کنید که رسم کنید. نمودار هزینه بر حسب زمان، من هم هزینه را آ گرفتم، زمان را تی آی تی میگیم. اگه تی یعنی زمان بین 0 و 3 باشه، بین 0 مذر ما میشه، من این را اشتباه کردم، این 0 بین 0 و 3 باشه 2000 تومن، بین 3 و 4 باشه 3000 تومن، بین 4 و 5 باشه 4000 تومن، بین 5 و 6 باشه 5000 تومن. خب این هم در مورد این سوال. بریم سراغ سوال 10. سوال 10، کدام یک از رابطه های زیر یک تابع را نشان می دهد؟ چرا؟ نمودار هر دو معادله را رسم کنیم. fx x برای xای بزرگ بر از 0 و x به علاوه 2 برای xای کوچک در مساوی 2. خب ببینی الان اینجا x های بزرگتر از 0، x کوچکتر یا مساوی 2. اینجا داره ما نشون میده که یه بخشی از x ها مشترکه برای x های بزرگتر از 0، این معادله برای x های کوچکتر مساوی 2. یعنی از 0 تا 2 اگه من خطی موازی محور y ها رسم کنم، نمودار را در دو نقطه داره قطع میکنه، چون دو تا مشترک داریم ما اینجا، پس این تابع نیست. نمودارش هم میتونیم رسم کنیم، گفته نمودارش را رسم کنیم. خب شما این یه خطه، این هم یه خطه، خط وای مساوی ایکس را رسم میکنیم، از صفر شروع میکنیم میشه صفر، بزرگتر از صفر یک بهش میدیم میشه یک، چون خط دو نقطش کافیه. خط وای مساوی ایکس به علاوه دو را رسم میکنیم، اولی حالت که میگذاری دو هست میشه 4، بعد یکی کمتر از دو مثلا یک را قرار میدیم میشه 3 و نمودار رو رسم میکنیم. ببینید 0 و 0 اینجا دایره تو خالی، 1 و 1 این یه بخشی از نموداره، 2 و 4 دایره توپر، 1 و 3 ببینید این هم بخش دیگری از نمودار. ببینید هر خطی موازی محور وای ها رسم کنه، نمودار داره در دو نقطه قطع میکنه. پس این در واقع میشه چی؟ تابع نیست. همینجا مشخصه ایکسای مشترک داره، ایکسای مشترک داریم. یه وقته که بچه ها ایکستون در یه نقطه مشترکه، مثلا اینجا ایکسای بزرگتر مساوی 0 بود، اینجا ایکسای کوچکتر مساوی 0، اگر اینجا مقادیری که گذاشتید دوتا مقدار وای متفاوت، دوتا مقدار وای مساوی به دست اومد، یعنی همینجا مساوی 0 داشت، این هم مساوی 0 داشت، صفر را اینجا بذار، صفر را اینجا هم قرار بده، اگر وای مساوی به دست اومد اشکال نداره، اما اگر وای های متفاوت به دست اومد این هم تابع نیست. ولی اینجا یک بخش زیادی مشترک داره، اینجا گفته ایکس های بزرگتر از صفر، اینجا ایکس های کوچکتر از دو، یعنی از صفر تا دوش مشترک برای همش. این نمودار مربوط به این سوال. تا قسمت به هم رسم کنیم جی ایکس را.
x برای x‌های کوچکتر از صفر، x به علاوه 1 برای x‌های بزرگتر مساوی صفر مشترک نداره. اینا x‌های کوچکتر از صفره، اینا x‌های بزرگتر مساوی صفره، یعنی هیچ مشترک داخل x‌هاش وجود نداره، پس این تابعه. خب حالا نمودار را رسم می‌کنید. دو تا دونه خط دوباره اینجا خطا را مشخص می‌کنم. y مساوی 2x، اولین نقطه که بهش میگم صفر میشه صفر، کمتر از صفر منفی 1 را بهش میگم میشه منفی 2. اینم دوباره خط x و y، به x میدم اول صفر میشه 1، 1 بهش میدم میشه 2. و نمودار را که رسم کنم ببینید که جای مشترکی پیدا نمیشه، دایره بخالی اینجا منفی 1 و منفی 2 هم اینجا این نمودار اولیمونه، صفر و 1 اینجا دایره پر، و یکیش خالی یکیش پره پس اشکال نداره، 1 و 2 هم اینجا هستش، هم شاخه دومه. ببینیم که تابع خطی که در دو نقطه قرار بکنه وجود نداره. این نقطه فقط ممکن اشکال داشته که همونی که گفتم اگر اینجا من مساوی داشتم مساوی هر دو هم یه عدد بیشتر نیست، صفره، صفر در هر دو مشترک، یا صفر رو امتحان کن، صفر میشه صفر، اما این صفر میشه 1. دو مقدار متفاوت برای صفر به دست اومد، دو مقدار متفاوت برای صفر به دست اومد، پس تابع نمیشه. ولی الان نه، اینجا یکیش تو خالیه، اینجا یکیش تو پره. ببینید تابع تو چند ضابطه ای ها با، وگرنه تشخیص تابع ها تو قسمت های قبلا توضیح دادیم، تو چند ضابطه ای ها اگر دیدید که مقداری مشترک بین ایکس های هر ضابطه وجود داره، یعنی مثلا یه بازه مشترکی وجود داره مثل قبلیه که 0 تا 2 در هر دو مشترک بود، از 0 تا 2 این تابع نیست. چرا؟ چون مقادیری که به دست میاد بعداً هر خطی رسم می‌کنه نمودار رو در دو قسمت داره قطع می‌کنه. اما تو این قسمت نگاه کنی هیچ مشترکی وجود نداره تو ایکس ها، ایکس های کوچکتر از 0، ایکس های بزرگتر مساوی 0، جای مشترک وجود نداره. خب این تابع فقط در یه صورت، نم یه عدد اگر مشترک باشه باید امتحان کنیم. مثلا اگر اینجا هم اینجا مساوی داشت هم اینجا، ببینید این مساوی داره این هم مساوی، مثلا خب اینجا صفر را فقط یه صفر مشترکه، این یه دونه صفر را امتحان کن، صفر را بذار اینجا، اگر دو تا جواب متفاوت به دست اومد برای وای تابع نیست، ولی اگر دو جواب متفاوت به دست نیامد تابعه. حالا مثلا من اینجا صفر را که در هر دو مشترکه امتحان میکنم، صفر را میذارم اینجا میشه صفر، صفر را میذارم اینجا میشه 1، پس برای صفر دو تا مقدار به دست اومد دیگه تابعه نیست، در صورتی که هر دو تا مساوی داشت، ولی الان یکیش مساوی داره یکیش نداره اون اشکال به وجود نمیاد. متوجه شدی اردلان؟ خب سوال 11، سوال 11 الگوی زیر از تعدادی زوزنقه تشکیل شده است، جدول زیر را کامل کنید. زوزنقه 1 محیطش را میخواد، محیط هم یعنی دور تا دور، شماره 1، شماره 2، شماره 3، شماره 4،
شماره 5 و شماره n. خب شماره 1 محیطش چند؟ 5. شماره 2 محیطش 4 و 4 8. شماره 3 محیطش 3 تا با 4 تا بالا، 5 تا پایین، 9 تا بالا تا 11. بعدی 3 و 3 6 تا بالا، 6 تا پایین میشه 12 تا بالا، 2 تا 14. و شماره 5 این اول 3 تا 3 تا داره میره 5 و 3 8 8 و 3 11 11 و 3 14 معلوم محیط بعدی میشه 17 و اینمون میشه چی؟ 3 این و منهای 3 این و علاوه 2. چرا؟ چون 3 تا 3 تا میره که همون یادتونه الگوی خطی را گفتیم اگر از همون ابتدا یه عدد اضافه بشه همون را میشه 3 این ضریب این قرار میده میشه 3 این. بعد گفتیم اولی امتحان کن به جای اندازه 1 یه 3 تا 3 تا چند تا کمی هم تو میشه 5 2 تا پس میشه 3 این و علاوه 2. 3 این و علاوه 2 جمله اینوم هست. خب حالا میگه چرا این یه تابع را مشخص کنه؟ چون مؤلفه‌های اول مساوی نداریم ما اینجا. دامنش چیه؟ اعداد طبیعی. دامنه اعداد طبیعیه. ببینید 1 2 3 4 5 اعداد طبیعی. بردمون چیه؟ بردمون عدد طبیعیه. 5 و 8 و 11 و 14 نمیتونیم فردی یا زوجی. یه عدد طبیعیه. بردمون عدد طبیعی به دست میاد. عدد صحیح و منفی و کسری اینا به دست نمیاد چون محیطش مشخصه. حالا نمودار رو گفته رسم کنیم. نمودار رو میشه نقطه بچه‌ها. 1 و 5 یه نقطه اینجا میشه. 2 و 8 یه نقطه اینجا میشه. مثلا 3 و 11 4 و 14 این نقطه و این نقاط هم ما حق نداریم به هم وصل کنیم چون دامنمون اعداد طبیعیه. حق نداریم این نقاط رو به هم وصلش بکنیم ولی یه تابع خطیه. 3n به علاوه 2 اینجا توان دو و اینا نداره، تابع خطیه. پس در نتیجه روی یه خط قرار میگیرن نقاطمون که خیلی هم ساده بود. نمودارش هم اینه. نقاط رو خودتون مشخص بکنید. و سوال آخر، این سوال آخر دوباره نمایش جبری سهمی هست که من دوباره این سوال را حلش میکنم که میخواییم سهمی را رسم کنیم و مشخص بکنیم. سوال آخر را دقت کنیم. اونایی که هنوز سهمی را برای نوشتن معادلش مشکل دارن، سوال آخر داره میگه نمودار تابعی یک سهمی است که از نقاط 2 و منفی 3 1 و منفی 2 میگذرد و محور وایه ها را در نقطه ای به عرض 1 در نقطه 0 و 1. وقتی میگه محور وایه ها را در نقطه ای به عرض 1 قطع میکنه یعنی نقطه 0 و 1. نمایش جبریش را گفته بنویسید، یعنی همون فرمولش را بنویسیم. خب سهمیه دیگه. y مساوی ax2 به علاوه bx به علاوه c. y مساوی ax2 به علاوه bx به علاوه c. y مساوی ax2 به علاوه bx به علاوه c. مقادیر را قرار میدم. منفی 3 را جای y میگذارم مساوی از با. به جای x دارم 2 میشه 4 ما. به علاوه 2b به علاوه c منفی 2 را میگذارم به جای x میذارم 1a به علاوه b به علاوه c. اینجا به جای y میذارم 1 به جای 0 0 0 c. دوباره c خودش به دست اومد. خب خیلی خوب وقتی c به دست میاد چقدر خیال ما راحته. خب سیا به جای این دوتا قرار میدم و دستگاه دو معادله و دو مشهول مینویسم. 4a به علاوه 2b مساوی منفی 4. چرا؟ به جا سی گذاشتم 1 1 آوردم این طرف منفی 1 با منفی 3 شد منفی 4.
A به علاوه B مساوی منفی 3، چون به جای C دوباره گذاشتم 1، 1 آوردم این طرف شد منفی 1، با منفی 2 شد منفی 3. حالا این دستگاه رو میخوام حل کنم، برای اینکه B رو از بین ببرم پایینه در یه منفی 2 ضرب میکنم. چرا؟ منفی 2 میخوام باشه که با مثبت 2 حذف بشه، پس پایینه رو در منفی 2 ضرب میکنم. 4 A به علاوه 2 B مساوی منفی 4، منفی 2 A منهای 2 B مساوی است با 6. این با حذف میشه، 4 A منهای 2 A میشه 2 A مساوی است با 2، چون 6 منهای 4 میشه 2 و A به دست میاد 1. حالا تو یکی از معادلات پایینیه آی به علاوه بی مساوی منفی 3، به جای آ میذارم 1، 1 به علاوه بی مساوی منفی 3 و بی به دست میاد منفی 4. پس معادله صحیحمون چی میشه؟ وای مساوی است با آ 1 میشه ایکس 2، آ ایکس 2 به جای آ میذارم 1. بی چنده؟ بی منفی 4 منهای 4 ایکس. سی چنده؟ 1 به علاوه 1. پس معادله سهمی ما شد وای مساوی ایکس 2 منهای 4 ایکس به علاوه 1. حالا میگه نمودار این سهمی ها رسم کنیم. بچه ها فرصت نداریم، سریع اگر میخواد یا عکس بگیرید، چون من میخوام این تمرین رو تمومش کنم جلسه آینده، فقط بخوام سوال اضافه حل کنیم. این وای مساوی ایکس دو منهای 4 ایکس به علاوه 1 را میخوایم رسمش بکنیم، نمودار سهمی میخوایم رسم کنیم. اینا میخوام پاکش کنم، سریع یه عکس بگیرید چون وقت نوشتن نیست. سهمی وای مساوی ایکس دو منهای چهار ایکس به علاوه یک را رسم کنم. گفتیم وقتی اسم رسم سهمی میاد رأس سهمی مهمه. وقتی میگه رسم کنید باید رأس پیدا کنید. رأس ایکس مساوی منفی بی به دو ها، بیمون چهار منفیه با منفی میشه 4، دو آرم میشه 2، چون آ 1 حاصل میشه 2. پس 2 را میذاریم اینجا، 2 را به جای ایکس قرار بده میشه 4 منهای 8 میشه منفی 4 به علاوه 1 میشه منفی 3. تمومه دیگه، اینا دستشون تمومه. یه عدد بعد دو، یه عدد قبل دو، 1 3. یک تا قرار میدم میشه 1 منهای 4 منفی 3 با 2 منفی 2. 3 هم که قرار بدم میشه منفی 2، چون فاصله 1ه و نمودار رسم میشه. 1 و منفی 2 اینجا هست، 1 و منفی 2، 2 و منفی 3 هم اینجا، 3 و منفی 2 نمودار ما اینه. نمودار سهمی. حالا اگر من بگه که دامنه و برد بشه، گفته دامنه میشه از منفی بینایت تا مثبت بینایت، برد میشه از منفی 3 تا مثبت بینایت. پس دامنه از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت که همون آره، بردمون هم میشه از منفی 3 تا مثبت بی نهایت. خب خسته نباشید، این تمرین های مربوط به این قسمت تمام شد. انشاءالله جلسه آینده روز سه شنبه نمونه سوال حل میکنیم و انشاءالله روز چهارشنبه هم قرار یه امتحان ازتون از این قسمت
بگیریم. حالا یکی یکی حضور و قیا حضورتون رو اعلام بکنی. چهارشنبه همین هفته. اونایی که تو شات هستن حضورشون رو اعلام کنن.